مقاومتگران راه عدالت و آزادی، و به خصوص درود می‌فرستیم بر روان پاک شهدای جنبش روشنایی. امروز در خدمت دوستان هستیم و میزبانی بانو کریمه نبی و سپاسگزاریم ازشان که زمینه بزرگداشت و یادبود شهدای جنبش روشنایی را فراهم کردند. در خدمت جمعی از عزیزان و دوستان هستیم و سعی میکنیم که به این بهانه در واقع یادی بکنیم و گرامی بداریم روح پاک و تابنده شهدای جنبش روشنایی و همه شهدای افغانستان را. در اینجا سعی میکنیم به شکل مختصر فقط یادبود داشته باشیم و نظر دوستان را و بحث کوتاهی را در رابطه با انگیزه ها و در واقع تأثیرات جنبش روشنایی داشته باشیم که در حد توان و در روز برنامه در خدمت عزیزان خواهیم بود. مطمئناً همه ملت افغانستان و جامعه شهید پرور افغانستان مستحضر هستند که جنبشی که به نام جنبش روشنایی آغاز کرد در واقع یک رستاخیز فکری اجتماعی بود که برای عدالت و احیای حق و حقیقت برگزار شد و در واقع شکل گرفت و در این راه دوستان و عزیزان و قربانیان زیادی را ما تقدیم آرمان‌های مقدس عدالت طلبانه کردیم که مهمترینش و بزرگترینش شهدای جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ بود. خب این که جنبش روشنایی چه تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در جامعه داشته به نظر من ما به شکل واقع بینانه، سوای این که حالا به هر حال چه اتفاقاتی در این دو سه سال اخیر افتاده بررسی بکنیم، مطمئنن یکی از تأثیرات بسیار مثبتی را که جنبش روشنایی به عنوان یک جنبش مدنی فکری اجتماعی در جامعه افغانستان تأثیر گذاشت، امروزه ما در حرکت‌های مردمی و تجمعات مدنی در سراسر افغانستان می‌بینیم. این تأثیرات جنبش روشنایی بوده که امروزه در سراسر افغانستان بسیاری از اقوام، بسیاری از شهروندان و بسیاری از نیروهای سیاسی و حتی احزاب سیاسی تلاش دارند که اهدافشان را، خواسته هایشان را و مطالباتشان را از طریق مبارزات مدنی و مبارزات شهروندی آرام و صلح‌آمیز پیش ببرند. نمونه عینی شما حوادث اخیر حداقل 20 روزه اخیر را شاهد بودیم که در فاریاب و در سراسر افغانستان اتفاق افتاد و مبارزاتی را که شهروندان فاریاب شروع کردند، تصور ما این است که مطمئناً متأثر از جنبش هایی هست که در کابل شکل گرفت. جنبش تبسم و به خصوص جنبش روشنایی. خب نوع حرکت های مدنی را که ما در خیابان ها شاهد بودیم در این چند مدت دقیقا متأثر و منبعیس از رفتارهای مدنی بود که ما در جنبش روشنایی در چند سال شاهد بودیم. خب خوشبختانه این مبارزات مدنی و این همایش‌های اجتماعی و عدالت خواهانه و حق طلبانه که در فاریاب شروع شد، در بدخشان و در بامیان و در جای جای افغانستان ادامه پیدا کرد، بالاخره به نتیجه رسید و نتیجه‌ای که در واقع مردم فاریاب و جامعه ترک‌تبار ما از اون خواهانیون بودن، این نتیجه به دست آمد، یعنی بازگشت جنرال دوستم و آشتی دولت با
مطالبات مردم. به هر حال اینها یکی از نمونه های جزئی هست که ما میتونیم مثال بزنیم که تأثیر مبارزات مدنی جنبش روشنایی تا چه حد همگانی شده و تا چه حد همگیر شده و تا چه حد در واقع شهروندان افغانستان را، ذهنیتشان را، رفتارشان را و حتی گفتارشان را عوض کرده. شما حتی مثلا در مناطق شرقی که عمدتا طالبان و داعش، مناطق شرقی و جنوبی که عمدتا طالبان در اونجا حاکمیت مطلق داره، ذهن و ضمیر و روان اجتماعی را در دست داره، در همون مناطق هم شما میبینید که در این چند سال اخیر، بعد از به خصوص در این سالهای اخیر که جنبش روشنایی حرکات مدنیش را آغاز کرده و به شکل مسالمت آمیز و بسیار متمدنانه پیش برده، این تأثیرات در مناطق شرقی هم مشهوده. شما شاهد بودین در تظاهراتی که در غزنی اتفاق افتاد، در تظاهراتی که در جلال آباد اتفاق افتاد، در خوست اتفاق افتاد، در قندهار اتفاق افتاد. اینها عمدتاً تظاهراتی بود که عمدتاً در واقع متأثر از رفتار مدنی و منش شهروندانه و صلح طلبانه جنبش روشنایی بود. در گذشته شما شاهد بودین که اگر تظاهرات مثلا در بسیار از مناطق و به خصوص مناطق شرقی و جنوبی اتفاق می افتاد، این تظاهرات خشونت بود، تخریب بود، سوزاندن بود و حتی قتل و قتال بود. اما در این سالهای اخیر و به خصوص یکی دو سال اخیر که جنبش روشنایی همگانی شده، رفتارش، مطالباتش، نوع برخوردش و نوع موضع‌گیریش و ابتکارات مدنی که انجام داده، این خوشبختانه باعث شده که تمام شهروندان افغانستان به این نتیجه برسند که ما اگر بخواهیم به سمت صلح، به سمت شهروندی، به سمت مدنیت پیش بریم، راهی و گریزی و گزیری جز این که راه مبارزات صلح طلبانه و مدنی را پیش ببریم نداریم. با خشونت، با تخریب، با کشتار، با تهدید، با حک حرمت و با روحیات قوم مدارانه فاشیستی نمیشه در واقع در این زمانی که ما درش حضور داریم، حتی جایی مثل افغانستان هم جوابگو نیست. زمان عوض شده، دنیا عوض شده، خواسته ها عوض شده، نسل ها عوض شده. ما با نسلی مواجه هستیم که نسل خواهان تغییر هست. ما با جامعه مواجه هستیم که این جامعه دیگه ترس نداره از خیلی چیزها، از توپ و تانک و از تهدید و از استبداد ترس نداره. و ما با زنان مواجه هستیم که این زنان حقشان را میدانن و تأثیر حضورشان را در خیابانها میدانن و تأثیر مبارزات مدنیشان را در جامعه حس میکنن. بنابراین ما با چنین جامعه مواجه هستیم. این جامعه دیگه برگشت پذیر نیست. و درست است حالا ما با حرکات ایزایی مستمدان و زورمندان مواجه هستیم، زورمندانی که از حرکت مردم، از ادعای مردم، از مطالبات مردم، از روحیه شهروندی مردم میترسن، از آگاهی مردم میترسن. اما این آگاهی برگشت پذیر نیست و متوقف پذیر نیست. بنابراین حرکات مدنی را که در سالهای اخیر از جنبش تبسم شروع شد و به جنبش روشنایی ختم شد و بعد جنبش تغییر و بقیه جنبش هایی که در کابل صورت گرفت، اینها همش در واقع میشه گفت که یک فرهنگ مدنی را و یک فرهنگ بالندهی را در جامعه ایجاد کرده و اون فرهنگ، فرهنگ مبارزات مدنی و صلح‌خواهانه است. خب به این خاطر است که من اعتقاد دارم که اگر جنبش روشنایی را در تأمین مطالباتش، حالا حداقل و مطالبات سیاسیش، شکست خورده بدانیم، حتی با این فرض که من تصوری نیست که شکست نخورده، اما تأثیرات
فرهنگی و اجتماعی و فکری را که جنبش روشنایی و جنبش و جنبش های مدنی اینچنینی در افغانستان داشته، این تأثیرات بسیار عمیق، بسیار سازنده و بسیار امیدوار کننده است. بنابراین ما بیشتر از این صحبت نمی کنم، روی جزئیات و بحث را میگذاریم و میسپاریم به دوستان عزیز. از جناب استاد یزدانی خواهش میکنم که در این مورد نظرشان را مطرح بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به شهدای عزیز افغانستان، مخصوصا شهدای جنبش روشنایی. ما هم به دنبال صحبت جناب استاد بایزی میخوام عرض کنیم که اگر تاریخ افغانستان را مورد بررسی قرار بدیم، علت عقب ماندگیشان، چرا ما به این روز افتادیم، با اینکه افغانستان از نگاه ذخایر زیرزمینی بی نهایت غنی هست، ولی امروز افغانستان در صف عقب مانده ترین و فقیرترین کشورهای دنیا قرار داره. فکر میکنیم که مهمترین مسئله تبعیض بوده، تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض جنسیتی. از خیلی مدت ها قبل شروع شده بود که متاسفانه تا هنوزم در بعضی ذهنهای منجمد و واپسگرا کم و بیش باقی مانده. مردم افغانستان اگر خواسته باشند به جایگاه شایسته خودش برسند، باید با تمام وجود، مخصوصا طبقه روشن فکر افغانستان، با تمام وجود علیه هر چه تبعیض است، چه تبعیض نژادی، چه تبعیض جنسیتی، مبارزه کنه. و جنبش روشنایی یک بعدش هم مبارزه با تبعیض بوده و واقعا این جنبش بسیار تأثیرات مثبت در ذهنها و در میان طبقات مختلف افغانستان گذاشت که همونطور استاد بایزی هم فرمودن، آثارش هم ما امروز کاملا مشاهده میکنیم، حتی در جلال آباد، در شمال، در جنوب، در مرکز، در نقطه به نقطه افغانستان، که همه دم از رفع بیعدالتی و دم از وحدت و رفع تبعیض نژادی و جنسیتی میزنن. ما هم امیدوار هستیم که انشالله دولت مردان ما هر چه زودتر به این حقیقت متوجه شود، تمام هم مقام خود را برای رفع همین ناملایمات مصرف بکنند. بله. خب تشکر از استاد. حالا دوستان دیگر، جناب آقای باقری اگر صحبتی داشته باشین. در حضور استاد، اول علما صحبت کنم، در حضور استاد سخن گفتن کاری ساده نیه. خدایش کامل و جامد شما بیان فرمودین. استاد گرامی، استاد یزدانی، ما بنابای خود خو شهادتی عزیزان را به همه ملت افغانستان و به همه مردم آزاد خواه تبریک و تسلیت عرض نمی شود، که خداوند روح همه این شهدا را از همه ما خوشنود کنه و ما هم جز به پیروان مکتبی و ختمش از اینا باشیم. چیزایی که استاد فرمودن ما در قبال از او که خیلی کوچکتر یک چیزی بیان کنیم، فهمت تنها شخص خودم برای باور استم که جنبش روشن یک ایده برای همه مردم افغانستان ایجاد کرد که مردم با مدنیت بهتر میتونه حق خوره از غاصبین، از خدمت ارز کنم متعصبین و از اونهایی که گوش نمیدادند و نمیدن با
با مدنیت بهتر میتونن حق را طلب کنن و با مدنیت بهتر میتونن به حق هم برسن. همچنان که استاد حمزه واعظی فرمودن که مردم فاریاب با مدنیت توانستن به خواسته هایشی دست پیدا کنن، در صورتی جنبش روشنایی و کسانی که پیروان جنبش روشنایی، من شخصا به این عقیده هستم، اگر ما مثل مردم فاریاب، مثل مردم شمال هم دست می بودیم و هماهنگ می بودیم، مسلما به خواسته هایی که جنبش روشنایی داشت ما می رسیدیم. ولی متاسفانه یک سری کار شکنی های از بین خود ما به وجود آمد استاد که ما نتونستیم به او خواسته برسیم. ولی در کل به نظر ما جنبش روشنایی یک مسیر را برای کل مردم افغانستان باز کرد که مردم داره کم کم در مسیر مدنیت قرار می گیره، جای خیلی مسرت و خوشحالی بر شخص است. ما این مقدار بکنیم. شکر. شما تبریز صحبت نده؟ با اجازه شما استاد بزرگ، درود و سلام به روح رهبر استاد شهید مزاری و یارانش و شهدای چوک دیمزنگ. جنبش روشنایی واقعا یک جنبش ضد ظلم است و جنبشی است که واقعا ضد تبعیض است. ما از جنبش خیلی راضی و پشتوان هستیم و خداوند کنند که جنبش را پیشرفتش بالاتر و خوبتر باشه و همین شهده هست که در گردن ما حق داره و وظیفه ماست که شهدای خود دیاد یادآوری کنیم و همیشه از شهدای خود مطرح بسازیم و شهدای خود عزیز و با احترام نگه داریم. و سلام استاد بگرم. شکر. خب نه بسیار خوشحال ما امروز که اینجا جمع شدیم به خاطر شهدای چوک دمزنگ، تسلیت میگیم به تمام مردم افغانستان، به خصوص به کسایی که مثلا آزادی خواه. الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر روحی شهدای شهید قهرمان عبدالعلی مزاری و یارانش که هر یک از قمندانانش باشه و شهدای چوک دمزنگ. سلام و درود بر روح همه اینا میفرستیم. با آن عهدی که کردیم پایش هم استاد استیم تا آخرین قطره خون. زنده باد عبدالعلی مزاری که بیرق قوم آزره را در دلی بالا کرده. بیشتر از این چیزی ندارم. زنده باد فقط شخصا مزاری و یارانش. تشکر. انشالله که همه شهدا زنده است، چه شهید مزاری چه شهدای فرماندهان عزیز و بزرگی که در کنار شهید مزاری بودند. ممنون از همه عزیزان که به حال یادی کردن. ما در ابتدا هم عرض کردیم که چه کسانی که در دوره مبارزات مدنی شهید شدند، جنبش روشنایی، و چه کسانی که قبل از او حتی شهید شدن، قبل در دوران مختلف مبارزات اجتماعی و حق طلبانه جان دادن، چی از جوامع مختلف، از اقوام مختلف. ما یاد اونها را گرامی می داریم و نام اونها همیشه در تاریخ ثبت است. و خب به هر حال شهید مزاری متعلق به یک جامعه خاص نیست، متعلق به جامعه هزاره نیست. حرفی را و حدیثی را و صحبتی را و ادعایی را و مدعایی را و مطالبه را که شهید مزاری مطرح کرد، در واقع امروزه مطالبه همه اقوام هست. به این خاطر ما میگیم که همه شهدا راهش زنده است. درود بر همه شهدای راه عدالت و روشنایی. در اینجا ما فکر کنم که بیشتر از این دیگه حالا برنامه ما احتمالاً گنجایش نخواهد داشت. برنامه در واقع هدف این بوده که خانم نبی، که بسیار سپاسگزاریم از حضورشان، از فعالیت‌هایشان، که بانوی بسیار دلسوز و بانوی بسیار محترمی هستند که
در واقع در این یکی دو سالی که ما افتخار آشنایی با ایشان و دوستی با ایشان را داشتیم، همیشه در مسائل اجتماعی و به خصوص در مبارزات حق خواهانه، چی در جمع مهاجرین و چی در جمع خاص جنبش روشنایی در نروژ، خیلی فعال بودند و خیلی زحمت کشیدن. سپاسگزار از ایشان که امروز این مراسم را فراهم کردن و این برنامه کوچیک یاد بود. در واقع ما بحث ما در اینجا و هدف ما تحلیل نیست، فقط تنها یاد بود است. اگر ما مقدمه که عرض کردم ناگزیر بودیم به این خاطر که نشان بدیم که بعضی ها و خیلی ها ممکن است مثلا تصور کنن که جنبش روشنایی خب تمام شد رفت یا با او اهدافش نرسید، اما تصور ما است که هر جنبشی الزاماً موفق نمیشه. تمام جنبش های رهایی بخش را اگر شما مطالعه کنین، بسیار از جنبش های رهایی بخش در آفریقا، در خاورمیانه، در آسیا، در جنوب آسیا، این جنبش ها الزاماً موفق نبوده. اما چیزی که مهم است و اونها را ماندگار کرده اینه که هدف مبارزاتشان بوده، هدفی که در واقع تأمین حقوق انسانی و رسیدن به کرامت انسانی بوده و آزادی های مدنی. اینها در واقع اهدافی بود که همه جنبش های رهایی بخش داشته و از جمله جنبش روشنایی به عنوان یک جنبش اجتماعی مدنی. تصور ما است که اگر به هدف مشخصش نرسیده، که برق باشه یا مسائل از این قبیل، که ما تصور نیست، بارها هم گفتم که جنبش روشنایی را ما تنها محدود به برق نکنیم. جنبش روشنایی یک مطالبه بسیار عام مدنی هست و اون مطالبه در واقع مبارزات شهروندی هست. خوشبختانه این مبارزات شهروندی عدالت طلبانه الان به عنوان یک رویه مدنی تقریبا جا افتاده و همطور که در ابتدا عرض کردم داره به عنوان یک رویه مبارزات اجتماعی در بین همه شهروندان افغانستان، در بین همه اقوام افغانستان جا باز میکنه و به عنوان یک الگوی رفتاری و مبارزاتی تحقق پیدا میکنه و برای دیگران هم خوشایند هست و مورد پسند و مورد انتخاب هست. به این خاطر ما آمدیم در اینجا که در واقع شمع روشن بکنیم و یک یادی از اون شهدای چوک روشنایی بکنیم که این شهدا در واقع با رفتنشان شمع روشنایی، شمع مدنیت را و شمع آگاهی را و شمع جسارت را و شمع عدالت طلبی را برای ما به یادگار گذاشتند. تشکر از توجه شما و باز هم تشکر از بانو نبی که چنین یادبودی کوچیک ولی ارزشمند را فراهم کردند. استاد شما صحبت داریم؟ ما یک نکته را تکرار کنیم، با این است که همون لحظات که میخواستم این طرف بیاییم که رسانه ها رو نگاه میکردیم، یک گزارش اونجا آمده بود که به تازگی طالبان در قسمت بغلان لین برق که به بخش از کابل باید برق میرسان اینها رو تخریب کردن. در اینجا همون فریادهای جنبش روشنایی تحقق پیدا کرد. اینها میگفتن این عادلانه نیست که لین برق، دو تا لین برق هر دو از یک دره بیاد به کابل اتصال پیدا کنه و مسئولین اون زمان میگفتن خب جای دیگر امن نیست، ولی اونا میگفتن ما تضمین میکنیم که اگر شاخی از این لین برق از مرکز بیاد، از مرکز افغانستان، لااقل در جاهایی که مردم مناطق منطقی چیز مرکزی حضور داره اینجا امن خواهد بود. ولی حرف اونها الان تحقق پیوست
و بازم از جنبش روشنایی ما میتونیم خدمتتون عرض کنیم چراغ‌های زیادی روشن کنیم. به همون که استاد واعظی هم فرمودن، این جنبش روشنایی امروز به یک روش مدنی برای درخواست‌ها و تقاضاهای ما تبدیل شده. موفق و کامیاب باشید. با پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش مهمانان گرامی که امروز با حضورشان برنامه ما را منور نمودند و از راه‌های دور و نزدیک تشریف فرما شدند و با پاس قلب‌های عدالت خواهی و برابری که فریاد رس هست و سرگردانی و ترس و در پهنایشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت‌های بی‌دریغ شهید مزاری و مردمش که هرگز فراموش نمی شود سپاس می کنم و درود می فرستم به روان پاک استاد شهید مزاری و شهدای دوم اسد جنبش روشنایی در دیمزنگ کابل و همه شهدای حق و عدالت. رویشان شاد و یادشان گرامی باد.